با ما همراه باشید با ایران آزادی. زخم‌های محمد عمر آنچینی که هنوز مرهم نیافته است. این روایت زندگی محمد عمر آنچینی، یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان در تاریخ 8 مهر ماه 1401 می باشد. چه پدران و مادرانی که در این حادثه داغدار شدند، چه همسرانی که بیوه شدند، چه فرزندانی که یتیم شدند و چه جوانانی که قطع نخا، قطع عضو و از کار افتاده شدند. محمد عمر آنچینی مجروحی تنها و بی حرکت. محمد عمر آنچینی مجروح جمعه خونین زاهدان در حاشیه شهر زاهدان زندگی می کند و به ندرت کسی سراغش را می گیرد. بعد از مجروح شدن روی تشک افتاده و زندگیش از حرکت ایستاده است. از این وضعیت رنج میبرد و خیلی افسرده شده است. او از استراحت روی تخت پرهیز میکند و میگوید همین روی زمین خوب است. بچه هایم کنارم مینشینند و آنها را در آغوش میگیرم. از مراحل درمانش با صدایی آرام و بغض‌آلود میگوید پزشکان قطع امید کردند. مگر خدا در گذر زمان معجزه کند. او شکایت کرده است ولی به نتیجه‌ای نرسیده است. محمد عمر آنچینی میگوید هنوز این پرونده در پزشکی قانونی دست به دست می شود. هر بار که می روم می گویند برو چند ماه دیگر بیا. او خیلی به این پیگیری های قانونی خوشبین نیست و از آن ناامید شده است. محمد عمر آنچینی را پاسداران از پشت با گلوله زدند. محمد عمر آنچینی در هیچ تجمع اعتراضی شرکت نکرده است. جرمش فقط شرکت در نماز جمعه و عبادت و بندگی خدا بوده است. او روز حادثه از همان خروجی مصلا که نزدیک کلانتری 16 است خارج می شود. در یک مسیر خروجی منطقه شیرآباد است. ناگهان با تیراندازی سنگینی از هر طرف مواجه می شود و نمازگزاران غلطیده در خون را می‌بینند. فوری به سمت مصلا برمی‌گردد، در مصلا را با دست می‌گیرد و مانع خروج نمازگزاران می‌شود و می‌گوید: نروید بیرون، دارن نمازگزاران را با تیر می‌زنند. او با این کارش می‌خواهد از جان نمازگزاران حفاظت کند، غافل از اینکه خودش فدای مردمش می‌شود. پاسدار تیرانداز کوردلی او را نشانه می‌گیرد و از پشت به او شلیک می‌کند. تیر به نخواش اصابت می‌کند و برای همیشه زمینگیر می‌شود. رنج‌های محمد عمر که پاسداران باعث فلج شدن او شدند. محمد عمر آنچینی پدر 4 فرزند است و در خانه‌ای استیجاری زندگی می‌کند. این خانواده از بلوچ‌های اصیل زاهدان هستند اما در شهر خود غریبند. چون نه شناسنامه دارند و نه بیمه‌ای و نه یارانه‌ای. محمد عمر این روزها غم جراحت خود و غم بچه‌هایش را به دوش می‌کشد. او از این رنج می‌برد که نمی‌تواند از جایش بلند شود و کار کند و برای فرزند کوچکش شیر خشک و پوشک بخرد. او از این رنج می‌برد که پسرش بچه‌ها را می‌بیند که در کوچه دوچرخه سواری می‌کنند و پسرک دلش برای دوچرخه لک می‌زند و او در جایگاه پدر نمیتواند کاری برای پسرش بکند. از این رنج میبرد که نمیتواند برای دخترش اسباب بازی و عروسک بخرد. او از این رنج میبرد که زمستان سیاه پیش روست و سهمیه نفت ندارد و چگونه باید خانه را گرم کند. محمد عمر از این رنج میبرد که ماه مهر نزدیک است و او نمیتواند برای 3 بچه مدرسه ایش لوازم تحریر، کیف و کفش و لباس فرم بخرد. هر روز بچه هایش را می‌بیند که روزگار بر آنها سخت می‌گیرد و ذره ذره وجود خودش آب می‌شود. برای ادامه زندگی همسر محمد مسئولیت را به دوش می‌کشد. حالا بار زندگی بر دوش همسرش است. حالا باید خانومش هم پدر و هم مادر بچه‌ها و هم پرستار شوهرش باشد. این مادر باید غم همه را بر دلش هموار کند و بر ادامه زندگی استوار باشد. همسرش در آشپزخانه خانگی کار می کند تا هم مقداری غذا برای شوهر و فرزندانش بیاورد
و هم پولی برای مخارج زندگی در بیاورد. هنر خیاطی می داند اما چرخ خیاطی ندارد. بعضی وقتا می رود خانه همسایه و با چرخ او کار می کند تا پولی در بیاورد. پسر بچه 8 سالهشان که وقت بازی و سرگرمی و تفریح اوست، مدت هاست که کمک کار مادر شده است. او بازی را کنار گذاشته است و در کوچهشان دست فروشی می کند تا باری را از دوش مادر بردارد. خامنه ای روزگار مردم را تلخ و سخت کرد. محمد عمر آنچینی فقط یکی از چند صد مجروح حادثه جمعه خونین زاهدان است که پس از آن روز تلخ روزگار سختی را می گذرانند و خیلی ها هیچ خبری از اوضاع زندگیشان ندارند. آیا کسانی که روزگار این مردم را سیاه کردند و زندگی را به کامشان تلخ می توانند راحت زندگی کنند؟ آیا کسانی که نمی خواهند این مظلومان به حق و حقوقشان برسند و صدایشان را به گوش کسی برسانند شبها راحت سر بر بالین می گذارند؟ خدا خودش می داند چگونه پاسخ این دردها را به جنایتکاران خامنه‌ای بدهد.